مثلا ازش خوشش میاد. بعضی موقع اشیاء رنگاشون تغییر میکنه، آبی قرمز میشه، خاکستری زرد میشه، روزا هم عوض میشه. روزای شیرین روز خفه است، روز بی‌حوصلگی، یه جوریه. صورت ها عوض میشه، یه حالتی داره که نمیشه گفت. حالا که دارم بعد 3 سال به زادگاهم برمیگردم، دلشورم 2 برابر شده. داییمون که اومده بود دنبالمون تا منو دید خندید و گفت ماشاءالله تاها چه قدی کشیدی. میخواستم فریاد بزنم دایی من بچه نیستم، برای دلخوشی من نگو، اینو همه عالم میدونن که من زشتم، زشت. Yazdırdım. Ama ne mükafatla. Çok yalvardım, çok minnet çektim. Ay Nazım beni kabul edildi. Çok lan medresesine duruldu. Yazdırdınız bileleri. Yazdırdım da müsibetle. Çok yalvayım ana. Nazım karnamesini koydu kabağıma, başımı saldım aşağıya. Başımı kovzayamadım. Bir tane selamet nümre ödü tutamadım. ورزش چه ورزش ده ها؟ ورزش ده نمره آلمه. منو به خاطر 25 زدم انداختن ها. آخه ببین عزیزم املام درسه نه گرفتی؟ نه درسه؟ بلکنه بازه چوق یالوارندن سورا تعهد ویمشم تعهد ویمشم که انشالله بو ایلرم زمال درس نخواه ازم آقارده الله نه عنوان ناظم این مدرسه وظیفه دارم که رفتار شما رو در خارج از مدرسه هم نیز کنترل کنم. مجددا به همتون هشدار میدم، اینو بدونید وقتی که میرین به خونه یا از خونه به مدرسه میایین باید به عنوان یک دانش آموز الگو و نمونه باشین. خوب دقت کردید؟ مجددا اقرار میکنم این یادتون باشه که برخوردتون، رفتارتون، ادبتون در بیرون نیز باید شایسته شما باشه، شایسته این مدرسه باشه. خوب دقت کردی؟ خب، حالا با آرامی به ترتیب مرتب بری سر کلاساتون. مشغولا، با اون دانش آموزایی که دیر اومدن بگو بیان اینجا.
یه خورده سریع‌تر، سریع‌تر. سلام. سلام. آقا اول روز اون آقا پدرت چی کار است؟ دامدار آقا رفته لب مرز آقا گوسفند بخره. حالا برو. برو تو راه رو منتظر باش تا من بیام. اجازه آقا. برو. بیا ببینم. چه دیر اومدی؟ آقا ما از روستا میای. از روستا میای؟ این به بس سعی کن هرچی زودتر بیایی. سعی. برو ببینم. باشه. شما. ها. راه من دوره. دروغ نگو. بگو خواب مونده بودم. چه ورشی دوست داری؟ بسکتبال. از قد و قوالت که معلومه. حالا ببینیم بازی چطوره. بچا حیات مرزش. شما با من بیا ببینم. آلما آنزده آتام کنارده علی باشمده دوردان almaları Kova ayın kelası hazır. Bütünün befendi sen kelası. Aynen. Cazı gö söhbətə qusun çəş. Gedə də. Gedə. A qoymaz ki gedə. Həmin kelasları qalıb axı. Çəş. Gedə ağa yolda tərif edin. Buyurun. Ağa almaq əlimdə idi. Buyurun. باز برای چی اومدی تو مدرسه؟ مگه نگفتم نیا مدرسه بابا من آبروم جلو همکارام میره. مگه قرار نبود هر روز یه هزاری بذاری تو خونه بری؟ بابا خیلی خوب یادم رفته. بیا بابا این هم هزار تومن وانسته اینجا آبروم میره. برو برو. خب گفتی اسمت چی بود؟ رسولی. آقا رسولی. آها یادم اومد تو پروندت 4 تا عکس 6 در 4 کم داری، باید بری عکس بندازی بیاری. نمیشه عکس نگیری. یعنی چی نمیشه عکس نباشه؟ هر جا که میری عکس میخوان، مدرسه هم قانون داره، باید عکستو بذارم تو پروندت. ما عکس دوست نداریم. یعنی چی عکس دوست نداری؟ بابا میری 4 تا عکس 6 در 4 میندازی میاری میری میذاریم تو پروندت دیگه. این دوست داشتن یا دوست نداشتن نداره که. جواب بده چرا هیچ ساکت میمونی؟ آقا ما یه بار بیشتر عکس انداختیم آقا اونم بابام بود آقا. خب اینم دومیش. برو اینم دومیش. عکس بنداز بیا. تو که عکس انداختی قبلا. ماشاءالله بیا چرا ببینم. قیافه به این بانمکی، چشمای به این قشنگی داری. قشنگ موهاتو میدی عقب. آها اینجوری شونه میکنی خوشگل. میشینی جلوی دوربین عکاسی 4 تا عکس 6 در 4 قشنگ میندازی میاری برای من. درزیم یه چیزی هم بهت بگم یادت نره ها، این موهات هم دیگه بیشتر از این بلندتر نکنی کاکل درست کنی ها، از این بلندتر نشه. ببینم پول نداری؟ نه آقا. پس مشکلت چیه؟ دوست نداریم دیگه آقا. بابا با من جر رو بحث نکن. من حال حوصله ندارم، من کلی گرفتاری دارم، هزار تا شاگرد اینجا مسئولیتش پای منه. اه بی خودی حرف میزنی. میخوام نمیخوام، خوشم میاد خوشم نمیاد، مگه میشه خوش اومدنیه؟ این قانونه. تو باید 4 تا عکس تو پروندت داشته باشی. با منم بحث نکن، گریه هم نکن. برو برو سر کلاسه. کلاست هم کلاس سوم الفه. برو سر کلاسه. همیشه باشم استین دولنده آلمان شیرینه بیده. اره ده هلا کچون نه دوشتن. Bir tane de şirinimiz var. Hemen şirinsin. Eşmişe velavil ayı tövüldü. Ölçmüş anlattı. Veh 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 veh. Selamat. Selamat. Bir şeyle mi gülak diye kadar? Yatu. Tazım hadi medise. Ben. Ağay Nazım'ın gıftan borusu bu muhalif. İsmet çi? آها فاملیت چیه؟ رسولی. صاف بشینید. میتونیم ماشه بزنیم یا نه؟ نمیست بگو یه دفعه هم نفس نکشیم دیگه. تاها رسولی برو جا پیدا کن کنار یکی این بچه ها بگی بشین. بدو بابا
برپا. بفهم شما بفهم آقای مبصر این کاری کیه؟ آقا ما ندیدیم، یه لحظه اومدیم بیرون نفهمیدیم کی بود. پس کار هر کیه بیاد بیرون؟ باره تازه وارده. تازه وارد کی باشن؟ ماییم آقا. اینجا ببینم. با چی پا چیدی؟ آقا با سرنگ. جیباتو خالی کن ببینم. جیباتو خالی کن. خالی کن جیباتو. پس کار تو نبود ها؟ چی؟ سرتو بالا بگیر. این چیه؟ اسمت چیه؟ تاها. تاهای چی؟ رسولی. تاهای رسولی. آقای مبصر. بله آقا. 5 نمره از انضباطش کم میشه، با آقای ناظم بگید. چشمم. برو بشینین جلو که همیشه جلو چشمم باشید. بچه ها بهش جا بدید. خب یه نفر بیاد انشاشو بخونه. نامه به پدر. با عرض ادب و سلام عرض پدر عزیزم، با اینکه بیش از یک هفته مسافت شما به تهران نمیگذرد، دوریتان در روحیه من و سایرین فوق العاده اثر کرده است. حالا میفهمم که آن رشته ای که قلب پدر فرزند را به هم میپیوندد چقدر. کله کدوی بدبخت، دماغ کوفته. کاش برای نمونه یه قلم تناسب تو اون هیکلت بود. گوشا رو اینه و آینای مینیبوس. قد که قربونش برم. آینه چقدر ازش متنفرم. معلوم نیست که فکه یا پوزه است. بعد از 40 سال بس از اون بخواه برای من یاد بدی که چطوری عکس بگیرم. عکس تو قیافه سیاسفید رنگی که فرق نمی کنه، همش یکی دیگه. همونطور راحت بشین قشنج، بالا رو نگاه کن، تکونم نخور، بیزنه در جود، تبسم له، حرکت له من. خب، مستقل نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، یا خودم لبخند بزن، جود. بفرما فرق کرده. وقتی بهت میگم خیال میکنی که من دروغ میگم. چی از پول بدش میاد؟ هر کس هر طور که هست همونطور میفته دیگه. به به، شاهکار کرده. چیو میگی؟ کارش درسته. عکاس تو رو خدا میبینی کار خدا رو. چه شباهتی تو این دنیای به این بزرگی. تنها تاهای منه که فوتوکپی الیاس خانه. الیاس خان جد خاندان رسولی. تا کاش بخت اقبالت هم مثل اون باشه. آخه ماما با کاش اگر کار درسته میشه من فردا چجوری این عکس رو بچه ها نشون بدم.
من چشه؟ ماشاءالله لبخندم که رو لباته. ببین تاها، چوب خدا صدا نداره ها. بیا بگیر. الیاس خانم خوشگل نبود اما صداش خوب بود، دست خطش خوب بود، اینا همه رو میدونم. خود شد گره گذاشتم پسر چه کیف داره؟ خیلی دنزاد داره. کجا شده دیدی؟ بگو، بازم بگو. به هم گفت میخواه چه کاره بشه. منم گفتم خلبان. خلبان؟ آره. ساکت، اونجا چه خبره؟ این انشایی که نوشتید مال کلاس اولی هست. من به شما گفتم یه نامه بنویسید برای کسی که دوستش دارید. آقا از عشق بنویسیم. من دیگه تمسخر بچه ها دلگیر نمیشم، فقط با توجه اونا رو به خودم جلب کنم. آره باید کم بیارم. تکه میده به درخت، ما مادرش میشینه نفسی بکشه، دخترم آروم به اونم برمیاد. جواب تو آروم میدی. قول میدم کسی نگه. باشه، باشه. سر عشق خواهی از کفر و دین گذر کن.
کانجا که عشق آمد چه جای کفر و دین است. تو مرد ره چه دانی زیرا که مرد ره را اول قدم در این ره بر چرخ هفتمین است. آقا جزه می تو خجالت نمی کشی؟ بیا جلو اینجا ببینم. تو اومدی اینجا درس بخونی، اومدی اینجا آدم بشی، این کارا چیه؟ این نامه بازی ها چیه؟ این برنامه ها چیه اینجا داری در میاری؟ یه نامه برات اومده، جریانش چیه؟ نامه آقا؟ بله، یه نامه، یه نامه به اسم جنابالی، به اسم آقای طه رسولی. ببین طرف چه دل و جرأتی داشته که نامه رو مستقیم فرستاده به آدرس مدرسه به اسم تو. بفرمایی نامه. نه حالا یه خوردش من برات میخونم، گوش کن. طلوع آفتاب را دیده ای که در سپیده دم چگونه بر کوها بوسه می زند و صبح را سلام می گوید. سلام من بر تو باد. برایش خودت بخون ببینم. بخون. طلوع آفتاب را دیده ای که در سپیده دم چگونه بر کوها بوسه می زند و صبح را سلام می گوید. ها سلام من بر تو باد. دده من. خب بگو ببینم این نامه رو کی نوشته؟ نمی دونیم آقا. این نامه یه دختره، معلومه. بله آقا. تو منو مسخره کردی؟ فکر میکنی من بچه هم؟ بخوای سر منو کلا بزنی، منو گول بزنی؟ آره؟ ببین طرف چقدر غروره، چه روی داشته، چه آدم گستاخی بوده که این نامه رو به آدرس مدرسه، اونم به اسم تو نوشته. اینجا، اینجا تو این مدرسه که سابقه نداشته این شاگردی عاشق بشه، تو عاشق شدی. اونم تو این مدرسه، مدرسه که ناظمش منم. میکروفون خاموش کن، چند بار بگم. ببین من 55 سالمه، هنوز نمیدونم که عشق یعنی چی.
عاشق یعنی کی؟ اصلا عشق چه معنی میده؟ بابا عشق آدمو میسوزونه، خراب میکنه، آدمو دیوانه میکنه. بیا بردار، ببر اینا مرم تیکه تیکه کن، ریز ریزش کن، بریز تو سطل آشغال. همین دیگه هم نبینم از این کارا میکنی. بردار بش خب بنویس دو جسم که بار الکتریکی هم نام دارند بر یک دیگر نیروهای رانشی وارد می کنند. دو جسم که بار الکتریکی غیر هم نام دارند. خوب گوش کنید بچه ها، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است، چه زیباست خدایا. تو مرا جان جهانی، چه کنم جان جهان را. تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را. زهی عشق که ما راست خدایا، حالین یخصه دیگه؟ نامه همیز باید؟ نامه همیز باید، نامه همیز باید، نامه همیز باید بطول؟ همیز باید میدن چهت ساو باشی آه ساو، از نام بارش باشی آوید دوست داشتم بدونن چطوری مینویسم. اونا باورشون شده بود یکی منو دوست داره، خیلی دلشون میخواست بدونن چطوری جوابشو میدن، چی مینویسم، کلمه رو از کجا میارم. من خودم رو از تک و تا ننداختم، زدم به سیب آخر، قبول کردم بیان از نزدیک ببینم. قند تو دلم آب میشد، حسابی رفته بودم سر کار. آقا من تو خونه هم مینویسم. از کجا؟ من میرم زیر پل خاتون، آتیش روشن میکنم، قدم میزنم و نامه رو مینویسم. خب بچه ها، قرارم فردا زیر پل خاتون. خدا حافظ.
شرره میلره کمر دوزن یخ گله نگاش کن اولشو من بگم بگو بنویس محبوبم نه بنویس مونس شبهای تارم نه بابا بنویس با وفایم بلا مادر دو حالا شروع کن خواست روی نامه رو بنویس شروع کنیم خودکار ندارم بچه خودکار داری؟ مرسی بچه ها نوشتم میخونم به این خوبه یا نه بیا عاشق باش ما با عشق زندگی کنیم بیا دستهای یکدیگر را بگیریم و با هم از سکوت بگذاریم بیا دیوارها را کنار بزنیم و گلها را ببوییم بیا عاشق باش ما با عشق زندگی کنیم بیا ببین چگونه برای تو ساز میزنم آرزومند آرزوهای ساز؟ سازم میزنه بیچاره من 6 ساله بودم ساز میزدم حالا همه رو کلن بلدم بچه ها اینم ساز دیدید دروغ نگفتم آقا یه مشکلی دارم بچه ها چی شما نمیتونم بزنم خجالت میکشم میرم تو اتاق میزنم باشه بچه حالا گوش کنید بچه ها بریم میره آقا خدافظ منم خدافظ سلام خانست سلام بو عدالر نمه ند ویرسن من 100 دفعه دممشتم بابا این سازنه ال ورما Bu işlərin əvəzinə tu dərs məşqiyən yetiş. Valla, billa, bu işin axır aqibəti yoxdur. Bax, bir yoldaşların da ki getdi. بچه ها امروز منتظرن که جواب نامه پولو خاتون رو بخونن. اینم از جواب نامه. اما نامه کی؟ چه فرقی میکنه مثلا اونی که منو دوست داره راستی نکنه روزی یه دختر عاشق من بشه ارواح خاک الیاس خان نمیدونم چطوری مادر بزرگم عاشقش بوده تا پسرم برو چند تا نون بگیر مامان اصلا وقت ندارم مشقامو ننوشتم فردا معلم کتک میکنم و
به به. الله آدم یاراتدی، داغدا بادام یاراتدی، همونو گلدن چیچکدن، منم بالامو بالدان یاراتدی. آقا قامت من خوبه. حرف نداره. به امید شکافتن آرزوها تموم شد. آره تموم شد. اما این دفعه خیلی قشنگ شده. شک داشتم بتونم اینجوری بنویسم. آنو معلمم میگه آدم کتابی رو دوست داشته باشه باید دو سه بار بخونه تا بتونه دست به قلم ببره و بتونه یواش یواش بنویسه. 10 بار اون کتاب خوندم تا بتونم اینجوری بنویسم. واسه همینه که قشنگ شده. میدونی چیه؟ معلم ادبیات آقای سعادتفر میگه که آدم باید برای نامه نوشتن خیلی جسارت داشته باشه. انقدر باید تمرین کنه تا اون نامه رو خوب بنویسه. میگه آدم باید پوست کریدن داشته باشه که منم ده. خب حالا پول پاک نویسه منو بده. بیا همینه دارم. نگار بیا ببین کتاب من کجا گذاشتی. مدرسه بهتون نه بخونید گیر ندید گیر ندید بابا بخونید خودت بخون خود میری مدرسه سعی کن بابا چرا ادا نمیخونم قول میدم الان بخون بریم آره بریم آدم بخون نامه‌های ادبی گاهی ممکن است کوتاه و در حد یک گزارش چند صفحه‌ای باشه. گاهی هم ممکنه یک کتاب چند صد صفحه‌ای در قالب یک نامه ادبی نوشته بشه. مثالی براتون میزنم که مفهوم باشه. نامه‌های پدری به دخترش، نوشته نهرو، نخست وزیر فقید کشور هندوستان، که به دخترش ایندیرا گاندی نوشته. بچه ها یه بوی خوشی میاد امروز از تو کلاس. این بوی چیه؟ آقا اجازه ماما بگیم بفرمی؟ آقا بوی گله. بوی گل بفرم بشینید. خب چه گلی؟ بچه ها شما همه تون گلید. خب به من بگید ببینم کی گل آورده؟ من گلی نمیبینم. اتفاقی افتاده؟ آه؟ اگه اتفاقی افتاده خب بگید. آقا اجازه بفرمه بفرمه. آقا بیخیالش ببخشید. بشین ببینم مسخره. بیخیالش خب چی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ بگو ببینم چی شده. آقا اجازه آقا گفتنی نیست. بله آقا دیدنیه. مثل که تو این کلاس یه بازی شروع شده که من بیخبرم. خب ما هم بلدیم بازی کنیم. بسیار خوب. این نامه مال شماست؟ بله. خب میتونم بازش کنم؟ نه آقا شخصیه. بیرون بیرون بیا بیا برو بیرون. بشین.
برو تو، برو تو تا من بیام. من به عنوان ناظم این مدرسه مجدداً به همه شما اخطار می کنم، من اجازه نخواهم داد که رفتار و کردار ناپسند چند جوان ناپخته و خام محیط این مدرسه رو آلوده کنه. من امروز سر این صف میخوام دانش آموزی رو به شما معرفی کنم که مقررات این مدرسه رو رعایت نکرده، بی نظمی کرده، بی انضباطی کرده. من میخوام این دانش آموز رو به شما معرفی کنم، شاید همه شما اون رو بشناسی، آقای طه رسولی. طه رسولی. خب این نامه رو بگیر بخون تا دوستانت بدونن که برای تو چیا می نویسن. بگیر بخون، بخون. بسیار خوب، من خودم براتون نامه رو می خونم. نازنینم، مهربانم، من از برادرم شنیدم که می گفت تو بزرگ مرد کوچکی هستی که در مقابل این همه رنجی که بر تو می گذرد هم به ابرو نیاوردی. تویی که هر روز کف دستت با چوب آشناتر شد، زبانت و گونه‌هایت سرخ شد، تو گویاترین زبان عشق. من آن دست‌های سرخ شده تو را که در این حال همچون گل شقایق هست هزار بار می‌بویم. من در گودی کف دست تو دانه می‌بینم که گنجشک‌های حیاتمان روی آن نشستند و دانه می‌خورند. بیا بقیه‌شو خودت بخور. محبوبم، مجنون من، درست بلند قشنگ شمرده بخون بچه ها بفهمن. در این زمانه کدام چشمی با عشقهای عشق شستشو میگردد؟ تو واقعا مرا دوست داری؟ بچه ها خوب دقت کنید، من گفتم از این نامه فوتوکپی بشه و به دست همه شما برسه. هر کس که این خط رو میشناسه و یا فکر میکنه که ممکنه خط خواهرش باشه از صف بیاد بیرون و بره ته حیاط راسته. فردا به پدر مادرت میگی بیان اینجا پروندت رو بدم زیر بغلت، از این مدرسه بیرونت کنم. چطوره بچه ها؟ بلشید چطوره؟ ول کنید این بدبخت که گناهی نهره، هر کاری کرده برادر همون دختره کرده، ما هم که برادرش نیستیم. هستی؟ نه. Thank you.
انسانم بینو نتانم بینو رخ روی تو نمانم دلو تنگه هلی برای گیه کردم هلی نازلی سلام سلام خسته نباشی مرسی خیلی ممنون شما خسته نباشین یه ساعت دارم صداتون میکنم پس کسی جواب من نمیده خب چطوری امروز بیا بشه هستم اینجا چقدر عوض شده کرسی گذاشتی حرفای عاشقانه امروز باعث شده اینا رو علم کنم خودت هم عوض شدی آره لباست هم عوض شده قیافت هم عوض شده جدی؟ باور کن ببینم نکنه تولدی چیزیه میدونم هیچی نگو من همیشه تولدا یادم میره نه تولد تو یادم میمونه نه تولد بچه ها نه تولد خودم آره تولده جدی میگی؟ اما تولد یه باور یه عشق یه زندگی وای از عشق نگو یاد اون تاها میفتم اون بچه نیم وجبی بزمجه که همه چیز تو مدرسه زده به من اصال منم خورد کرده اتفاقا من این تاها رو خیلی دوست دارم ببینم بابا نبینیش بهتره یک بچه وروجکیه که بگو وای 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 اصال منم خورد کرده این کدام چشم است که با نه نه یادم رم سب کن سب کن این کدام عشق است که با چشمهای تو شستشو میدهد آیا تو مرا دوست می‌داری به اندازه برگ‌های درختان به اندازه ماهیان دریا به اندازه ستاره‌های آسمان این که شعر اون پسره تا من اون دست‌های سرخ آن گونه‌های سرخ را دوست دارم یادت میاد؟ آره اینا حرفای خودته حرفای من؟ آره یادت تو جوانی همین حرفا رو میزدی یادت رفته؟ آره یادت وقتی دور کرسی میشستیم تو این باسلوغا رو به من میدادی میگفتی خیلی شیرینه بخور یادش بخه باسلوغ بعد گردو یادت میاد یه زمانی من این باسلوغا رو میخریدم درست مثل قدیم اینجوری میآوردم میذاشتم سلام بابا تاها جان مسئله پیش اومده که این سوالا رو از من میکنی اگه مسئله هست بگو تا کمکت کنم بابات نیست من که هستم من مادرتم میتونم کمکت کنم آخه میترسم حالت بچه نه نه ترس من میتونم کمکت کنم حالا گفتی از عشق خودم و بابات بهت بگم آره من و باباتم عاشق همدیگه هستیم یعنی بودیم و هستیم موقعی که بابات اونجا خوشحاله منم اینجا خوشحالم من آدم امالی نیستم تو زندگیم تجربه زیادی دارم حرارت روح انسانا رو میفهمم اگه این عشق درست هدایت نشه به سوی گناه میره میتونی گناه چیه؟ گناه یعنی آتش جهنم منم وظیفه دارم تو رو از این آتش جهنم دور کنم خب حالا اگه مشکلی هست با من در میون بذار در زمانی این را می نویسم که خون در عروقم به جوش آمده است و خود را در مقابل خدا تنها ترین تنهاها احساس می کنم در زمانی این را می نویسم که بیش از پیش به نصرت و یاری او نیازمندم. در زمانی این را می نویسم که خود را گناهکار و او را بخشاینده‌ترین می بینم.
و بالاخره در زمان این را می نویسم که تنها امیدم را امیدم. سلام آقای. سلام علیکم خانم. خسته نباشید. تشکر میکنم. متشکرم. خیلی خوش اومدید. شما بیرون باش. بفرمایید. خب خانم خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون. البته میبخشید. من یه چند تا سوال دارم که شما باید به این سوالا جواب بدید. بفرمایید. این پسر شما تاها وقتی که میاد تو خونه چیکار میکنه؟ والا مشقاشو مینویسه تا تو مدرسه تنبیه نشه. اختیار دارید خانم. تو این مدرسه ما هیچ کسو تنبیه نمیکنیم. یعنی در مدارس اصلا تنبیه نیستش. و مطمئن باشین که تاهای شما هم تنبیه نشده. بله. ببخشید خانم، من یه چند تا سوال دیگه هم داشتم. شما تا به حال تغییراتی در حالات و رفتار تاها احساس نکردین؟ مثلا احساس نکردین که زیاد بره جلوی آینه موهاشو شونه کنه، بعد یا یه خورده گوشه‌گیر شده باشه، بره توی اتاقی تنها بشینه فکر کنه، یه خورده غمگین تر باشه، یه خورده ناراحت تر باشه، یه همچی چیزایی رو شما در تا احساس نکردین؟ نه. بله. شما هیچ میدونین که چجوری بگم؟ پسرتون هیچ میدونین که تاها عاشق شده؟ عاشق؟ بله، یک عشق بزرگ، یک عشق آتشین، یک عشق کبیر. پسر من؟ بله خانم، پسر شما. آخه عجب، یعنی کسی عاشق پسر من شده؟ بله خانم، پسر شما. یعنی من مسئله رو ساده تر به شما بگم، به عبارتی دختری پسر شما رو دوست داره یا پسر شما دختری رو دوست داره؟ پسر من عاشق شده؟ حالا متوجه شدیم؟ بله بله. بفرمایید، این نامه رو مطالعه کنید، متوجه میشید بنده چی عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید. شما خودتون بخونین آقای ناظم. من بخونم؟ بله چشم. محبت شراره است که زودتر از نسیمی که بر دریا میوزد در قلب نفوذ میکند، به نام آن که عشق را آفرید تا سرزمین دل آتش نگیرد. سلام، سلامی چون عشق، عشقی چون نور، نوری چون ماه، ماهی چون تو. می نویسم شاید این برگ سفید جوهر آبی یادگاری باشد برای روزهای دور از هم، برای شبهایی که به ما میاموخت چگونه عشق بریزیم ولی نیاموخت چگونه تحمل کنم. من در مقابل این همه رنج تو، مقاومت تو، صداقت تو و راستگوی تو سر تعظیم فرود میارم و در دل نگران تو هستم، نگران آن صدای دلنشین تو، آن صدای جادوییت که هر وقت در تنهایی میخوانی چه سوزی دارد. متوجه شدی خانم؟ تاها. بله آقا.
اینجا. آقای ناظم، از اینکه کسی پسر منو دوست داره شما ناراحتین؟ نه خانم، نه به هیچ وجه. یعنی چی بگم خانم؟ اصلا نمیدونم چی بگم. پسر من که گناهی نکرده، عاشق شده. عجب حرفی میزنین خانم. مدرسه برای خودش یه حریمی داره، قانون و مقررات داره خانم. بچه ها اومدن تو این مدرسه درس بخونن، آدم بشن، تحصیل بکنن، برای مدرسه کسب افتخار بکنن. اینجا جای درس خوندنه، نه اینکه جای نمیدونم نامه نوشتن و نمیدونم نامه های عاشقانه و اینجور چیزا خانم. من این دستخط رو میشناسم. میشناسین؟ بله. دستخط کیه خانمی؟ این دستخط دخترمه. هر وقت تاها تنبری میکنه مشقاشو نمینویسه، پول میده خواهرش مشقاشو واسش مینویسه. من از شما تشکر میکنم خانم. شما منو از یه سوء تفاهم خیلی بزرگ نجات دادین. من جوانه گندم را دوست دارم. من هوا، آب و زمین و آسمان را دوست دارم. من دستهای تو را دوست دارم که با چوب سرخ شده است. بارک‌الله. من مدرسه تو را دوست دارم. من آن کلاس، آن پنجره، آن در، آن تخت سیاه را دوست دارم. من آن چشمان سبز و شیرین و پر محبت ناظم مدرسه‌ات را دوست دارم. البته آیون واقعا دوست داشتنی. من تک تک همه بچه‌های مدرسه را که با صدای زنگ به صف می‌ایستند دوست می‌دارم. من تنها ترین عاشق روی این زمینم، تنها ترین عاشق این شهرم که تو را دوست دارد. بفرمایید. من تو را دوست دارم به خاطر کتک ها و تنبیه هایی که شده ای، سخن باز نکرده ای و نام مرا فاش ننموده ای. من تو را تا ابد دوست دارم. آیون این نامه اشکال داره، عاشق رو با الف نوشتن. چی؟ با عاشق را با الف نوشتن. با الف؟ ببخشید اجازه بفرمایید آقای مدیر. بله آقای مدیر، من عذر میخوام، شرمندم، متوجه این مسئله نشدم، ببخشید. به نظر من پیدا کردن این دختر زیاد مشکل نیست. ما یک دبستان دخترانه داریم و یک مدرسه راهنمایی. خب کافیه که از معلمای زن این دو مدرسه بخوایم که این دستخط رو به شاگردان نشون بدن. معلوم میشه مال کیه، پیدا میشه. اون وقت کار تمومه. بعدم شورای مدرسه در موردش تصمیم میگیره. آقای ناصری. بله. اگر مشخص نشد این فرد کیه،
اون موقع چیکار باید بکنی؟ خب به اونایی که مزنونیم دیکته میگیم، تمومه. میتوان باور کرد که آرش کمانگیر عاشق بود، مولانای عارف و عاشق میگوید علی عاشق نبود بلکه خود عشق بود. میتوان باور کرد آرش عاشق کشور بود، عاشق ایران بود. بچه ها ورقه ها بالا. الو، سلام علیکم آقای مزاره، خسته نباشی. متشکرم. شما خوبی؟ خیلی ممنون، متشکرم. گرفتیم املا رو؟ جای تعجبه به خدا، همه غلط نوشتن. اه؟ تا بال من چنین چیزی ندیده بودم، همه عاشق رو با الف نوشتن. اه؟ بله بله. سلام بابا. سلام. ای عشق، چهره آبیت پیدا نیست. خب به نام عشق. خوب بنویسم بابا؟ آره خیلی خوب بنویسی، بنویس. خوبه یه خورده تونتر بنویس ببینم، با عجله تر بنویس، مثلا اینو خط چجوری میشه. هیچگاه در صداقتش شک نکردم. خب ببین، حالا بنویس بابا من عاشق تو هم. بابا من عاشق تو هم. آفرین. خوب نمشتم بابا. آفرین، دست درد نکن، خیلی قشنگ. در آن لحظه که از دیدن قطره اشکی قلبم میتپد و از ناله دردمندی روحم رنجیده میشود، در آن دقایق که در پیشگاه خداوند بزرگ راز و نیاز میکنم و تیرگی های درونی را به پرتو جمال ابدیش میزدایم، روحم همچون مرغی سبکبال به سوی آسمان ها و افق های دور به پرواز در میآید. بالاخره در هر لحظه و هر زمان به یاد تو هستم، به یاد تو ای کسی که از تیرگی ها به روشناییم رهنمون بودی، به یاد تو ای موجودی که دقایق زندگی را برایم تفسیر کردی،
لذت بخش دانش و بینش را به کام جانم چشاندی و زیبایی ها و حقایق هستی را برایم آشکار ساختی. به یاد توی پروردگار کوچک من و ای فرشته رحمتی که آفریدگار بزرگ معلم ات نامید و از پرتاب فروغ و زندگی بخشت کانون حیاتم را گرم و روشن ساختی. آفرین رسولی، آفرین. برو بشین. بفهم بچه ها تشویقش کنید. تاها رسولی به دفتر. سلام آقا. طه، باز برات نامه اومده. بیا بگی. پسر تو کی میخوای دست از این کارات ورداری؟ تا کی این نامبازی ها باید ادامه داشته باشه؟ میخوای من تو این مدرسه بیفتم بمیرم سکته کنم که تو راحت بشی؟ خدا نکنه آقا. پسر آخه این نامبازی ها کی از این مدرسه جمع میشه؟ کی تموم میشه؟ با اگه نورت بشید آقا با این مدرسه میزنیم میریم آقا. این چه حرفایی که میزنیم؟ حواست به جمع کن ببین چی دارم بهت میگم. اگه یه دفعه دیگه منو بذاری سر کار توی این مدرسه ها پرونده تو میدم زیر بغلت بیرونت میکنم. تو مدرسه که من نازه بشم اجازه نمیدم که تو باقا بیافته. اجازه نمیدم. چند بار بگم میکروفون رو خاموش کن؟ میکروفون روشنه، خاموش کن. ساکت. راستشو بگو که این نامه رو کی نوشته تا امروز مسئله همینجا تموم شه. آقا به خدا نمیشناسه بش آقا. پسر میخوایی پرونده تو بذارم زیر بغلت از این مدرسه بیرونت کنم؟ آقا هر کاری دوست دارید بگوید آقا. ما دوست داریم آقا ماجرا همینجا تموم بشه آقا. ببین تو نامه چی نوشته آقا. بخون. نوشته وقت زنگ مدرسه میخوره آقا بیا کنار شیر فشاری آقا. تو رو اونجا ببینم آقا. شما با ما اونجا بیاین آقا. ببینید آقا بعد هر کاری دوست دارید بکنید آقا. راستی راستی کی برای دیدن من اومده بود؟
سلام. حالا دیگه همه میدانند که نامت طه رسولی است. آن صدای جادویی بلندگوی مدرسه مرا بارها به خود خواند تا دوباره به زندگی عشق ببردم و به گرمی آفتاب به همسرم که تنهایش گذاشته بودم سلام کنم و الفبای عاشقی را دوباره به یاد آورم و این بار آن را غلط ننویسم.